مهمان من عاشق تدریس و طبیعت است. از خدا خواسته او را در امر آموزش حفظ محیط زیست یاری کند. او که زمانی در مقابل دوربین تلویزیون برای نابودی پرندگان اشک ریخته بود، حالا که در کشورش ایران درخت‌های بلوط را برای شکار و فروش سنجاب‌ها قطع می‌کنند و چندین تالاب و دریاچه در حال خشکیدن است و روزی یک هکتار به کویرها اضافه می‌شود، حسش چیست و چه راه حلی برای این مشکلات دارد؟ آقای اسماعیل کهرم، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. سعادت بنده است در خدمتتون باشم. آقای کهرم، چرا شما دلتون بیشتر برای پرنده و خرس و ببر میسوزه و به نظر میرسه یه جورایی توصیه میکنید که انسان در خدمت حیوانات و طبیعت باشه؟ اگر انسان در خدمت طبیعت باشه، در واقع به خودش کمک کرده. اگر بنده دلم میسوزه که ما مثلا 14,000 اصل بلوط رو در زاگرس دست میدیم، به خاطر اینه که رشته کوههای زاگرس 1/3 آب مملکت ما رو تأمین میکنه در زیر اینها، و رشته کوههای زاگرس قسمت اعظم از خاکهای بارور ما رو نگهداری میکنه و این درختهای بلوط در واقع خاکی رو نگهداری میکنن که برای ما غذا ایجاد میکنه. در نبودن اون بلوط ها ما میبینیم خاک فرسایش پیدا میکنه، میره به قعر دره. من دلم برای مجموعه حیات میسوزه. همون چیزی است که شغل بنده ایجاب میکنه. از همین خدمت شما یه توضیح کوچیک بگم. من خودم به یک شکاربان میدونم. شکاربان نه اینکه فقط یک قسمتی از جانوران رو انتخاب بکنیم و اینها رو چون میتوانیم شکار بکنیم بهشون میگیم شکار، نه، یه زنجیره است که از موجودات بسیار ریز شروع میشه به بزرگها ختم میشه و اینها همه به هم وابستگی دارن و در انتهای این زنجیره من و شما هم هستیم. من و شما هم نهایتاً شکار میشیم. بنابراین شکاربان یا کسی که علاقمند به طبیعت هست، حافظ این مجموعه است. همون داستان کشتی حضرت. ولی شما خودتون میگین آقای کرم که در ازای هر انسان در کره زمین 250 میلیون حشره و آفت هست. شما میگین که برای یک جفت موش مثلا در عرض 5 سال 5 میلیون موش تولید میکنه. کاملا. خب اینا هم مضرن، به هر حال آفتن اینا. یعنی اگر آدم بشر بخواد به فکر این موشا و این حشرات و این آفت باشه، دیگه واقعا زندگی نمیتونه بکنه. ببینید، شما فرمودید که در ازای هر انسان 250 میلیون حشره و آفت است. اینو بنده زمانی گفتم، صحیح میفرمایید. ولی اینها همشون آفت نیستن. به این کفشدوزک سینه بنده ملاحظه بفرمایید شما. این کفشدوزک رو چرا من میزنم به سینه؟ میخوام ارتباط خودم رو با این موجود نشون بدم. من میخوام بگم که این کفشدوزک، باور بفرمایید، زندگیش مفیدتر از برخی از ما انسان هاست. برای اینکه در سال میلیون ها شته که آفت هست اون رو از بین میبره. ببینید، اینها جوری ساخته شدن، جوری خلق شدن که از پس همدیگه برمیان، همدیگه رو کنترل میکنن، جمعیت همدیگه رو کنترل میکنن. اشکال اونجایی پیش میاد که ما میام سموم دفع آفات نباتی رو به کار میبریم و این کفشدوزک مفید رو از بین میبریم، اون وقت شته میشه آفت. شته اگر تعدادش متعادل باشه خود حیوان ها هم برای ادامه زیستشون محیط طبیعی خودشون رو تغییر میدن، یعنی دست میبرن توش. چرا انسان یعنی نکنه این کارو؟ یعنی ناچاره؟ یعنی ناچاره نیست؟ چرا؟ ولی ما یه چیزی داریم به نام تفکر و مغز. ببینید، انسان ها در طول تکاملشون مغزشون رو همراه با جسمشون تکامل بخشیدن. الان دست ما با مغز ما هماهنگی داره و متفکرترین موجود شاید جهان باشیم، نه تنها زمین. ولی جانوران این فرصت رو نداشتن. بنابراین ما میتوانیم طوری توسعه بدیم، طور میتوانیم طوری کشاورزی بکنیم، عمران رو انجام بدیم که محیطی هم برای سایر جانوران و سایر گیاهان باقی بمونه. این در تفکر جانوران نمی گنجه. شما در جایی در یک مقاله میگین که در برای عبور از یک مرغزار مثلا میگید که کافیست راهی را با بستر طناب مشخص کنیم و مردم را به عبور از روی اون تشویق کنیم. نیاز به هیچ ساخت و ساز و به اصطلاح امروز
سخت افزار خاصی نیست. یعنی به عبارت دیگه شما میگین که اصلا جاده سازی و این جور چیزا نباید بشه. نه خیر، بنده این صحبت رو در جایی کردم که قلعه بابک در شهر کلیبر آذربایجان، همونجا که سر گربه زیبای نقشه ما هست، بنده دیدم که تماشاچی‌ها و یا توریست‌ها با ده‌ها و صدها اتوبوس میان، هیچ کنترلی در مقابل اینها نیست. اینها پراکنده میشن، قدم میزنن روی چی؟ روی چمن و گیاه و گل، و در نتیجه در ظرف یکی دو سال تمام اون گیاهان، پوشش گیاهی از بین رفته. من میگم برای اینکه چنین آسیبی کاهش پیدا بکنه، کافی است که شما دو تا طناب ببندید و بعد مردم و توریست‌ها که میخوان برن در قله قلعه بابک از اینا استفاده کنن که ضررشون به محیط زیست محدود ولی این میشه. حالا در مورد قلعه بابکه، ولی علل اصول شما در صحبت‌های که می‌کنید اینجا و اونجا به نظر میرسه، حالا استنباط از حرفای شما اینه که ممکنه زیاد طرفدار جاده سازی و نمی‌دونم صنعتی شدن این حرفا نباشید به دلیل اینکه به محیط زیست آسیب میرسونه. ملاحظه فرمایید، هیچ طرفدار محیط زیستی نیست امروزه که بیاد بگه که ما اصلا نبایستی توسعه داشته باشیم، نبایستی جاده بسازیم، نبایستی کارخانه بسازیم، تأسیسات و پتروشیمی و غیره. منتها ما الان یک علمی رو داریم، آگاهی داریم به نام علم ارزیابی محیط زیست. یعنی میاییم میتوانیم با علمی که داریم، آگاهی که داریم، تخصصهای مختلف، ببینیم که این جاده با چه کیفیتی میتواند ضرر کمتری به محیط زیست بزند. اگر مثلا از اینجا مستقیم بره یه دونه جنگل رو از بین ببره و بعد یه تالاب رو هم خوش بکنه بهتره، یا اینکه نه ما یه خود هزینه بکنیم و این جاده رو یه خود انحراف بدیم، گرچه هزینه ساختش بیشتر میشه، ولی یه جنگل رو حفظ کردیم و یه تالاب رو. بنابراین این اختیار، همونطور که عرض کردم، به توسط تفکر انسان و دانش زیادی که داره میتوانه توسعه رو در کنار و بغل به اصطلاح حفظ محیط زیست داشته باشه. بنده طرفدار این مسئله هستم. شما در مورد ایران میگید که ایران رتبه 78 مثل که در زمینه محیط زیست در دنیا داره در ردبندی کشورها، و میگین که این شایسته و در شأن ایران نیست، و طوری میگین که گویا ایرانی ها به طوری تاریخن نسبت به مسائل محیط زیست حساس بودن و احترام میذاشتن. حتما همینطور بوده. چه دلیلی دارین برای این؟ دلایل ما مثلا فرض بفرمایید که شما کتاب ها رو بردارید بخونید، ولیشه نمیشه فلان شاه از یه جا رد میشد یک درخت تناور دید و بعد یک مأموری بر اون گماش که این رو حفظ بکن. از اینجا بنده عرض میکنم که آب برای ایرانیان مقدس بوده، از اونجا عرض میکنم که گیاهان، پوشش گیاهی مقدس بودن، از اونجا عرض میکنم که ایرانی ها همیشه طبیعت رو در کنار خودشون داشتن. و الان این بی‌توجهی که الان شده Environmental Performance Index و یا EPI که این سیستم ردبندی کشورها در مورد رعایت محیط زیست، ما نباید در این رتبه قرار بگیریم. ما یکی از قدیمی ترین سازمان‌های حفاظت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه رو داریم با حدود 43-44 سال سابقه. ما چنین اندوخته‌ای داریم از جوان‌های متفکر و کارشناس که در این سازمان دارن کار میکنن. ولی شما وقتی این به تاریخی اشاره میکنین در مورد به اصطلاح احترام به آب و غیره، اینا منظورت این نیست که ایرانی ها تافته جدا بافته بودن، بهتر از بقیه ملت ها بودن، همه کشوران به آب و آبادی و درخت و گیاه احترام میذاشتن. کاملا بنده مقایسه بین کشورهای مختلف و یا مردم مختلف نمی کنم اصلا، ولی من دارم خود ریشه خودمون رو دارم میگم، ایرانی ها رو دارم میگم که چقدر اینها احترام میذاشتن. و اگر ما تخریبی داشتیم در همین 50 سال گذشته بوده، کما این که در 50 سال گذشته ما اولین کنفرانس های مربوط به محیط زیست رو داشتیم. ببینید تالاب ها اون زمان خوش شدن، ببر مازندران رو اون زمان ما از دست دادیم، قسمت های زیادی از جنگل های ما از اون زمان شروع کردن به از بین رفتن. درست مثل این که ما در ایران با کمال تأسف هم خود مردم و هم دولت ها اینها هنوز نتوانستن بین توسعه و محیط زیست و حفظ طبیعت یه
کشتی برقرار بکنن. اونطور که شما فرمودید سوال کردید، یا اینه یا اون، در این صورت ما راه به جایی نمیبریم. اگر ما نخواهیم توسعه پیدا بکنیم برای 70 میلیون جمعیت، چطور شهر و شهرک و جاده و کارخانه و تاسیسات و مرتع و زمین کشاورزی بخوایم؟ اگر بخواهیم که تمام هممون رو صرف این کارها بکنیم، فضایی برای حفاظت محیط زیست نمیمونه. حالا شما فکر میکنید، شما فکر میکنید چرا ایران به این رده پایین تنزل پیدا کرده؟ من تصور میکنم که دو تا عامل اینجا هست. یکی این که دولت با کمال تاسف نظر که باید داشته باشه نداره نسبت به مسئله محیط زیست. ببینید، بنده دو تا آمار خدمت شما میدم، شما متوجه خواهید شد. ما حدود 7.8% از خاکمون حفاظت شده است. این میشه 13 میلیون هکتار. در سراسر دنیا استاندارد اینه که برای حفاظت این 13 میلیون هکتار ما بایستی حدود 11,000 محیطبان داشته باشیم. یعنی کسانی که مسلح باشن، اتومبیل داشته باشن، موتورسیکلت، اسب، برن بیرون و مناطق رو تحت کنترل در بیارن. چند تا ما داریم؟ 3,000 تا. چقدر وسایل نقلیه داریم؟ خب این عدم توجه دولت رو نشون میده. یعنی شما همه به اصطلاح این مشکلات رو به گردن دولت میندازید، یعنی که افکار عمومی هم هست کاملا. ببینید، بنده عرض کردم دو تا عامل. عامل اولش رو بنده نه اینکه تقصیر دولت میذارم، ولی کمکاری و کم توجهی دولته. دولت برنامه‌ای در زمینه برنامه‌های دیگه داره برای توسعه، برای نمیدونم آبادانی، برای صرف کردن پول نفت و اینها. بله اینها هست، ولی مسئله دوم که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم مسئله مردم هست. ما مردم هم آموزش ندیدیم، یا آدم‌های مثل بنده آموزش به اندازه کافی ندادیم. جناب فانی، بنده در جاها و جلسات مختلف دانشگاهی و غیره در ایران هستم. باور بفرمایید، هر جا که ما به اشکال عمده در زمینه محیط زیست، چه در داخل شهرها و چه در داخل پهنه‌های طبیعت گیر می‌کنیم، برخورد می‌کنیم، می‌بینیم این آموزش همگانی جایش لنگ به اصطلاح. ما در اون زمینه کار نکردیم. یعنی مردم ما با کمال تأسف میگم، تقصیر بنده است که معلمم به ظاهره، مردم ما هنوز اهمیت مثلا یه جنگل رو نمیدونن. ولی شاید آقای کرم، مردم بیشتر دغدغه خاطرشون مسائل معیشتیشون، زندگیشون، خورد و خوراک روزانه شونه. یعنی واقعا جامعه اونقدر در حدی نیست شاید از نظر رفاهی و تأمین اجتماعی که دغدغه محیط زیست براش عمده بشه. ملاحظه فرمایید، بنده اینجور که دارم فکر میکنم میبینم حتی به خاطر همون مسائل دغدغه های معیشتی و زیستی هم اگر ما به فکر محیط زیست بهتر باشیم، از اون نظر هم به صرف ماست. ببینید، اگر مردم مثلا بتوانند این مصرف لجام گسیخته در خانواده ها از نظر انرژی و آب و برق و گاز و یا ریخت و پاش هایی که تولید حدود 7,000 تن زباله در روز در شهر تهران میکنه، اینها رو ما اگر بتونیم کنترل بکنیم، از نظر معیشتی و اقتصادی هم به صرف خانواده ها هست. منتها ما کسی یاد نداده، ما هم یاد نگرفتیم. جناب فانی، بنده مدتی 2-3 هفته از سوئیس هستم. وقتی رفتار این خانواده ها رو میبینم در داخل خانواده، وقتی که سفره جمع میشه، بچه های 4-5 ساله وظیفه تفکیک زباله رو به عهده میگیرن. اینها دقیقا میدونن کاغذ رو کجا بذارن، پلاستیک رو کجا بذارن. حتی آقای کرم، اینها هم در این کشورهای غربی یک پدیده نوعیه. یعنی عمر این تفکیک به قول شما زباله ها رو هم به چند 10 سال بیشتر نمیگذره، نمیرسه. یعنی شما انتظار دارین که ایرانی که هنوز به اون درجه از پیشرفت اجتماعی و صنعتی نرسیده و افکار عمومی براش اصلا آماده نیست، یک دفعه یک جهش بکنه و به سوئیس برسه؟ نه خیر، بنده اصلا دنبال جهش نیستم. اون جهشی که شما میفهمید، با کمال تاسف، این کشورهای در حال توسعه مثل ایران یک مرتبه میخوان یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنن و وضع این میشه که شما در قاهره میبینید و بانکوک و تهران ترافیک و
پل رو پل و جمعیت بیش از حد. آنچه که بنده دارم عرض میکنم این است که در سوئیس که یه همچی اعمالی انجام میشد و زباله تفکیک میشد، میدونید کی میکرد؟ بچه 5-6 ساله. به مادر خانواده عرض کردم، خانم خوب تعلیمشون دادید؟ گفت نه، هر چی شده دبستان و دبیرستان شده. بنده دنبال این هستم، اون ادویکیشن و تعلیم و تربیت از پایه. یعنی این بچه‌ها رو ما چرا توی کتاب‌های درسی ما نباید این مطالب باشه؟ چه اشکال داره اون بچه‌ای که الان ذهنش آماده است باید اینها رو بپذیره؟ در واقع راه حل شما برای فائق اومدن بر بسیاری از مسائل و مشکلات محیط زیستی اینه که از پایه، از مدرسه شروع کنن به آموزش بچه‌ها، که مردم رعایت بکنن. کاملا. خب آقای کرم، الان در حال حاضر مشکل اساسی محیط زیستی ایران چیه از نظر شما؟ من باهم تکیه میکنم روی عدم آگاهی. نه، منظورم که وقتی که انگشت میذارین تو چیه، مثلا فرض کنیم که 8 تالاب و دریاچه داره خوش میشه در ایران طور که شما میگید. بله. خب این تقصیر چیه؟ تقصیر هواست؟ تقصیر گرماست؟ تقصیر مردم؟ چیه مشکل؟ ببینید جناب فانی، یکی از پادشاهای هخامنشی ما گفت، توی کتابای دبستان بنده میخوندم، شاید حسالی هم خونده باشی، که خداوند این کشور را از دشمن، خوشسالی و دروغ حفظ بکنه. هر سه تا دشمن الان با ما هستن، بنابراین خوشسالی با ما بوده، چرا ما نتونستیم براش کاری بکنیم؟ مسئله اینه، خوشسالی مملکت ما در منطقه خشک و نیمه خشک و حدود یک سوم آب جهان رو دریافت میکنه. یعنی ما 250 میلی متر در سال دریافت میکنیم، جهان به طور متوسط 850. اینا طبیعیه آقای کرم، اینا چیزی نیست که بشر به اصطلاح ایجاد کرده باشه. نه دولت مقصره درش، نه مردم مقصره. این طبیعت مقصره در مورد. بنده عرضم اینه که چرا در طول این همه سال ها ما نتوانستیم راهی پیدا بکنیم برای اینکه چرا میشه پیدا کرد که مثلا تالاب خشک نشه؟ بذارید خدمت شما عرض بکنم، دور و بر دریاچه پریشان با 6000 هکتار در استان فارس، که من واقعا شیفته اون منطقه بودم و میرم و میام، دور و برش 850 حلقه چاه متوسط و عمیق و 500 که اینها مجاز بودن، مجوز داشتن، و 500 حلقه چاه غیر مجاز اینها حف شد و آب این دریاچه رو مثل خونش میکید و خوش کرد. دریاچه ارومیه 21 رودخانه مشروبش میکنه، 5.5 میلیارد متر مکعب در سال آب به دریاچه ارومیه میده. ما رفتیم 35 تا سد ساختیم روش و 10 تا دیگه هم در حال افزایش هست. رودخانه باراندوزچای اتومبیل ما رو برد سالها پیش، الان خشک خشکه. بنابراین خوشسالی هست قربان، ولی وقتی که ما دریاچه ارومیه رو از 5.5 میلیارد متر مکعب در سال محروم میکنیم، یه همچی عارضه‌ای هم ما دنبالش هستیم. خوشسالی همیشه بوده، یه پریودهایی بوده، ترسالی، خوشسالی، این اصطلاحایی بوده که به کار میرفتن، مثلا میگفتن بعد 6 سال ترسالی، 1 سال خوشسالی، اینها همیشه بوده و ما میتونیم باش دست پنجه نرم کنیم. ولی این دست اندازی ها وقتی ما میام آب زاینده رود رو منحرف میکنیم، به استان یزد میبریم، و اون وقت تالاب مهم گاوخونی که وسط ایران بود، به اصطلاح قهوه‌خانه سر راه پرنده های مهاجر بود، خوش میشن. اینها بوده که ما اضافه کردیم. اینها رو کی کرده؟ در این مورد اضافه می بنده عرض بکنم، مردم واقعا دست نداشتن در خوشسالی دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه رو بنده 3 هفته پیش از روش پرواز کردم به سوئیس که میرفتم، رنگ، اجازه بدید عامیانه عرض بکنم، آب پرتقال، ببخشید، آب گوجه فرنگی یا آب هندوانه میده. ببینید این واقعا برای من شوکه کننده بود، به خاطر اینکه اسم اینو میگفتن فیروزه ایران، به رنگ این فیروزه. حالا مقصر کی بوده در مورد دریاچه ارومیه؟ 100% دولت بوده. چرا؟ عرض کردم 35 تا سد بر روی 21 رودخانه و 10 تاش هم در حال ساختمان هست، یک قطره آب از این سدها نرسیده. اینجا دیگه مردم چه اشکالی، چه مسئله‌ای دارن؟ ولی همین چندی پیش که هیئت دولت در ارومیه بودن، مردم علاقمند ارومیه که نگران بودن مثل بنده شکاروان، رفته بودن اونجا، تجمع کردن که آقای دولت یه کاری بکنید، و دولت تشکیل جلسه داد. یعنی فریاد مردم به گوش دولت رسید، همون تو ارومیه تشکیل جلسه داد که 4 تا راه حل پیشنهاد کردن که به نظر بنده 2 تاش اصلا عملی نیست، 2 تا دیگه‌ش هم میشه تا اندازه‌ای عملی. بسیار خوب. در مورد قله دماوند هم شما نگرانی دارید؟ 100%. مشکل اونجا چیه؟ ببینید جناب فانی،
چندی پیش یه مصاحبه بنده کردن، من گفتم قله دماوند در ظرف 200 سال آینده محو خواهد شد. این رو خیلی ها به صورت شوخی گرفتن و این تیتر اول بسیار روزنامه ها شد. خیلی ها اینو شوخی گرفتن، ولی من دو سه تا رقم به شما میگم. ببینید 6 تا 7 تا معدن پوکه اونجاست، معدن پوکه برای ساختمان به کار. البته اجازه نمیدن که انفجار صورت بگیره، میرن میکنن بار کامیون میکنن میفرسن به جاهای مختلف. خب چند تا 500 کامیون در روز، مگر 200 سال چقدر میشه؟ بنده حساب کردم 73,000 روز میشه. حساب کنید که 73,000 روز، روزی 500 کامیون، اینا 40 تن بار، چیزی از دماوند نمیمونه. شما وقتی که قسمت‌های دامنه دماوند رو که اینها محل رویش گیاهان تغذیه‌ای و دارایی بود، دارویی بود ببخشید، اینها رو کندن و برمیدارن میبرن، از دماوند چیزی نمیمونه. البته کامیون های آینده مثلا 100 سال آینده شاید 250 تن ببره و یا بیل های مکانیکیشون شاید هر کدومش 40 تن ببره. در نتیجه اینا رو اگر حساب بکنید باور بفهمید رویین‌تر نیست. جناب فانی، وقتی که تالاب بختگان، تشک و نریز و بختگان، این ستا متصل میشد در استان فارس، وقتی که بنده به عنوان یه شکاربان جوان 34-35 سال پیش تو این میرفتم، 8 متر 9 متر عمق آب بود، 400,000 هکتار بود، کسی تصور میکرد که این خوش بشه؟ تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان با بیش از 10 میلیارد متر مکعب و 240,000 نفر اطرافش بودن، اگر اون روز به من میگفتن یه روز این خوش میشه و تو لندروور کف اون خواهی راند، من این رو باور نمیکردم و الان به چشم خودم میبینم چی اتفاق میخواد بیفته بعدن. و البته عواقب اینها برای حیوانات و پرندگان، به خصوص پرندگان مهاجر که این طالب ها میرند و دریاچه ها، میتونه خیلی وخیم باشه دیگه. کاملا بارها شما گفتید. ولی خب علاوه بر اونها، بازار فروش حتی پلنگ و ببر و اینجور چیزها هم در ایران تازه دارن رایج شده. ببینید جناب فانی، من اینو هنوز ندیدم. من نشنیدم که چهارراه مولوی تهران یه همچی بساطی بود. بنده مراجعه کردم، به کوشش شورای شهر این بساط رو جمع کردن. یعنی اگر شما الان، بنده اتفاقا 3 هفته پیش اونجا بودم، اگر شما چهارراه مولوی تشریف ببرید، یک دونه مغازه پرنده شناسی و مرغ فروشی بله نداره. البته پشت اون خونه ها بنده شنیدم وجود داره، ولی در زمینه اینکه پلنگ میفرستن و گرگ میفروشن، اینها یه مقداری اغراق شده. اما از طرف دیگه ما میبینیم یه خانمی در تایلند هم 1-2 هفته پیش یک دونه بچه ببر رو گذاشته و داریم بیاد ایران. ببینید تصادفی نمیاره ایران، دنبال یه مشتری خاصی بوده، یه نفری سفارش داده که ببر بیاد و این وداشته برده. بنابراین اگر اینجور فعالیت ها انجام بگیره زیر زمین، اتفاقا سوال منم همینه، یعنی با توجه به این اتفاقی که افتاد، آیا برادر شما یک فرهنگی داره در بین یک نخبگانی در ایران رشد پیدا میکنه که علاقمندن حیوان های خیلی غیر عادی داشته باشن در خونه هاشون؟ این مسئله رشد حالا نیست. بنده یادم میاد که برخی از وزرای رژیم قبل در ایران در منازلشون، باغهاشون حتی خرس داشتن، خرسهای بزرگ از شمال گرفتن به صورت بچه، علاقه من شدن اردود، حالا نمیستن باش چیکار بکنن. یا پلنگ داشتن یا کفتار داشتن در گوشه باغشون، این همیشه بوده. منتها تعداد اینها اون قدری نیست اونجا که بنده میدونم که بخواد تهدیدی باشه برای در حال حاضر. آقای کهرون، چه حیوانی در ایران در خطر خیلی خیلی جدی انقراض؟ هر شبت که ما یه یوز فلنگ داریم، این سریع‌ترین جانوری است که بله روی چهار پا حرکت میکنه. یه خانوادهش در آفریقا هستن، پسر عموی مال ما آسیاییه و مال ما در ایران تنها نژاد آسیایی شما دارید. یه زمانی در هندوستان بوده، سوریه بوده، عراق بوده، افغانستان بوده، پاکستان بوده، ایران بوده، الان فقط در ایران مونده. حالا
تعداد میفرمایید چقدره؟ بنده چون خوشبینم و از طرفی رفتار یوز پلنگ رو میدونم که خفیکار مخفی میشه، حتی چشمش سفیدی نداره، هم میذاره لندروور بغلش رد میشه شما نمیبینید، بنابراین بنده خیلی خوشبینم که میگم تعداد از روی جای پایی که پیدا شده، فضله‌ای که پیدا شده، دوربین های خودکار که گرفتن بیش از 200 قلاده است. البته بقیه میگن 70-80 تا سال. ولی الان محافظت میشه؟ الان به خوبی محافظت میشه خوشبختانه. پروژه های بین المللی ما داریم در زمینه حفاظت از زیستگاه این جانور و من امیدوارم نسبت به این که انشالله این شما آقای کرم دکترای پرنده شناسی دارید، البته در دانشگاه هم که در تهران درس میدید، چه پرنده مورد علاقتونه؟ یعنی کدوم پرنده رو بیشتر دوست دارید؟ جناب فانی این سوال از بنده میکنم، من میگم هر پرنده‌ای مقابلت بیاد ولی یه نگاه بهش بکن، ببین این ساختار نوکش، چشمهاش، مژه‌هاش، پلک‌هاش و بعد گوشه، سوراخ‌های روی نوکش و بعد پنجه‌ها، ببین چقدر با ظرافت اینها ساخته شده و مناسب با این محیطی است که توش زندگی میکنه. ولی یه جانوری هست، پرنده‌ای هست، ما در انگلستان داریم، در ایران داریم، کینگ فیشر و یا ماهی خورک، من شیفتش هستم، با نهایت کوچکی از اون بالا با چشمهایی که مهدب عمق آب رو میبینه، ماهی رو میبینه، نشانه میره، با یک نشانه روی کاملا دقیق میره، 3-4 مترم زیر آب میره، ماهی رو میکشه و میداره میره و جوری بر میگردونه که سرش از اول بره داخل نوکش و این پرنده فقط و فقط این پرده برای علاقه شما. آقای اسماعیلی کرم خیلی متشکرم شرکتتون در برنامه ما. دیگه ممنون از شما. متشکرم.